سلام علیکم. وقت شما بخیر. ممنونم که با کانال آموزش مشاورین املاک همراه هستین. امروز میخوام عجیب ترین، پیچیده ترین و بزرگترین کلاهبرداری در یک نوبت املاک رو براتون تعریف کنم. دیگه تو این کانال خیلی چیزا براتون تعریف کردم، ولی دوست داشتم اینا رو هم ببینید که وقتی مواجه میشید با این مسائل براتون یک کلیدایی باشه تا بتونین مقایسه کنید. سید مهدی بلیغ، باهوشترین، وحشتناکترین، کینه‌ترین و شاید خوشتیپ‌ترین و جذابترین کلاهبردار تاریخ ما، تاریخ معاصر ما، دست به یک کار عجیب و غریب میزنه و از اون کارهایی میکنه که قاعدتا باید در گینس ها ثبت بشه. هرچند که بعضی وقتا فکر میکنم به این ماجرا، اولا که اینو خیلی سال پیش تو املاک شنیدم، آقای احمدی برای من تعریف کرد، اون موقع موجر من بود و من فکر میکردم علیه خورده نمک فلفلش زیاد کرده، ولی بعدها وقتی تو جاهای دیگه در این رابطه شنیدم و وقتی هم خواستم این ویدیو رو بسازم چند جا تحقیق کردم، به حوادث نویسای قدیم ایرانی سر زدم و کمی هم تو روزنامه های اون زمان چرخیدم و همینطور به سایت ها و وبگاهایی که در این زمینه نوشتم، دیدم که تازه اونایی که من شنیدم از کسایی که یا مستقیما دیده بودنش یا با فاصله، با یه فاصله از رفیقش تعریف شنیده بودن، کماکان این آدم در ذهن نمی گنجه. هول و هوش سال 1337 این آدم پیچیده و باهوش، حالا اگه خوشتون اومد بگین داستانه، چند تا داستان معروفش هست که اصلا تو نت هم نیست، اگه دوست داشتین بگین براتون اینجا تعریف میکنم، ولی این آدم کاخ دادگستری رو میفروشه و دو روایت هست. یک روایت اینه که به ژاپنیا و آمریکایی‌ها میفروشه که دنبال توسعه سفارتشون بودن، و یک روایت دیگه هم هست که به یک بنده خدایی که مال و املاکشو در شهرستان فروخته بوده و اومده بوده به تهران، پول زیادی داشته و از بعد روزگار میشینه و پیشه سید مهدی تعریف میکنه و ایشون لقمش رو شکار میکنه. هرچند که به نظر من هر دو حالت هم ممکنه و فقط برای اینکه حجم کلاهبرداری کوچیک‌تر به نظر بیاد، شاید هر کدومی از طرفین از زن خودشون تعریف کردن. سید مهدی یک آدم خاصیه، یه جوون لیلاق با چشای خیلی نافذ که یه چیز تو مایه های ممل امریکایی، اگه بخوام بهتون قیاس بدم، اون تیپ خوش صحبته، خیلی خوش حرفه، دایره کلمات گسترده داره، عربی و انگلیسی خیلی خوب میدونه، ایتالیایی هم در حد کار رو انداز میدونه و تحصیل کرده دبیرستان البرز، دبیرستانی که خیلی از بزرگان معاصر ما اونجا درس خوندن. یه هوش و یک خلاقیت های خاصی هم در دی ان ای این آدم هست که سه بار فرار کردن از دست پلیس، چه میدونم فروختن تلویزیون بازداشتگاه به خود زندانبان، از اون کاراست که واقعا بعضی لحظه آدم فکر میکنه که این چجوریه. من مثلا فکر میکنم اگه میتونی منو بگیره، تام هنگس و لئونارد دیکاپریو یه کوچولوهایی داره اشاره میکنه به سید مهدی بلیغ. خلاصه در هر دو حالت، یکی این که به چند املاکی میسپره تا براش مشتری میبرن، اگه اشتباه نکنم یه گروهی رو از ژاپنیا یا امریکایی یا همین مرد رو تومه میکنه و میفهمه که قصد خرید ملک بزرگ در تهران داره برای زدن هتل، میگه که من ملک دارم و این رو اجاره دادم، اتفاقا به یک مسافرخونه، اجاره هاشم خوب نمیده و شما بیا و ببین. از اینجا زرنگی این آدم شروع میشه. میره چیکار میکنه؟ میره در یک روز تعطیل
باز این یه روایته. یکی دیگه هست میگه توی روزی که تعطیلم نبود رفته رئیس دفتر دادگستری رو دیده، گفته من میخوام اینجا رو مثلا برای خیراتم بازسازی کنم. یه گزینه دیگه هم هست که میگه سرایدار رو میبینه و میگه که دارم میان بازرسی، من مسئول بازسازی هستم و این پولو بگیر، میخوام یک کاری کنم که زیاد خرج نیفته. بهشون گفتم که اینجا اداره انقدر روزا خرابه، مثلا ما اینجا رو اتاقا رو اجاره میدیم. فس خراب. ببین سه کلمات رو چی میبافت. میره چند دست انپایی هم میخره و پشت در اتاقا میچینه و در لحظه بازرسی یا بازدید به قول مملکی یا مشتری یا همون فریب خورده بنده خدا رو که حالا من نمیدونم به کدوم طرف اعتماد کنیم یا به همه، هیئت همراه برای بازدید رو میاره و در میزنه و دوتا هارت و پورت هم سر نگهبانه میکنه و کجا آن این پدر سوخته ها، چرا اینجوریه، چرا در گنجه بازه، چرا دوم خر درازه، دوتا از این حرکت ها میکنه و بفرمایین بفرمایین شما بفرمایین من خدمتتون میرسم. میره اون بر خودش رو با یه شیر، این کارهایی که مالک ها میکنن، با یه چیزی سرگرم میکنه، میگه بفرمایین بفرمایین با آقایون نشون بده ملکو، اومدن ببینن و اینها میرن که ملک رو ببینن و به محض اینکه میرن بالا مهدی بلیغ میرسه و میگه که حالا دیگه مسافرا هستن، مزاحم وقتشون نشید، همین ملک نیاز به مرمت تعریف تعمیر هم داره، در این مورد صحبت میکنه. خلاص اینا هم میبینن و میرن عجب ملکی برای توپخونه و اول بازار و خیلی جایی به درد بخور و کاخ قشنگ به این ترتمیزی، تشکر میکنن و دست جمعی میان بیرون و میرن به سمت بستن قرارداد. قولنامه رو میبنده سید مهدی بلیغ، پول رو میگیره و فرار میکنه به سمت مصر. من توی نکته‌ای که میخوام خدمتتون عرض کنم، بیشتر از هر چیزی اینجا در واقع خلاقیت، نوع اتکی که میزنه، نوع حمله‌ای که میکنه و استفاده‌ای که مثل یک هنرپیشه، مثل یک کارگردان اینا رو میچینه جالب هست. ولی فی النهایه نکته‌ای که میخوام بهتون بگم اینه که ما آدم‌ها به این دلیل گول میخوریم، به این دلیل کلاه سرمون میره، چون که خیلی به دانسته ها و دیده ها و دانش خودمون ایمان داریم. یعنی یک نفر شک نکرد به این ماجرا. اینایی که رفتن اینجای در آدم های ببو و چه میدونم داغونی نبودن، اینا هم آدم های باهوشی بودن، کلی ثروت داشتن در اون زمان. یا چه میدونم چه دیدی در ذهن اون بود. حالا این در یک نوبت بود. نکته دیگه ای که میخوام تعریف کنم، یکی از عجیبترین کلاهبرداری هاست که همین الان در حال حاضر در جریان هست، دادرسی و رسیدگی بهش، و این دیگه خیلی وحشتناک. ما در دنیای کریپتوکوئنسی یا همین ارز دیجیتال در واقع ساختن یک ارز دیجیتال، خواستم میگم الکی دیدم مگه واقعیاش چه فرقی دارن، ارز ساختن یک ارز دیجیتال کمتر از 10 دقیقه کار داره، شاید کننده‌اش تو 30 ثانیه. یعنی یک اسمی بذارن، تاییدش بگیرن، مارکت کپش رو تعریف کنن و این میشه ارز دیجیتال. مثل اینکه شما با فتوکپی یه پول چاپ کنید، روش هم بنویسید 10 میلیون ریال بانک محروسه خودم. خب این ارزشی نداره این کاغذه، با اینکه خیلی هم شبیه پول باشه. نمیدونم بچه بودیم یادتون باشه یه پولایی رو میزدن، پولای برره بود، عکس مهران مدیری وسطش بود، اینا ارزش پولی نداشت، اینم که می‌خریدیم به خاطر عکسای روش بود. در واقع در دنیای ارز دیجیتال هم همونطور که بیت کوین رو الماسش میدونن یا اتریوم رو طلا میدونن، به همین ترتیب رتبه ها رو میاد تا پایین، سولانا، ریپل، ماتیک، هر کدومی از اینها، یا خود تتر که در قبال هر یک عدد تتر $1 در یک جا سپرده شده و برای مقیاس پذیری هست،
در واقع در مقایسه با دیگر فیات ها، مثلا خود تومان هم فیات. این موضوع جالبه، شما میتونی با فوتوکپی پول بسازی، ولی چون کسی باهاش خرید و فروش نمیکنه، اون پول هرچی هم خوشگل باشه ارزشی نداره. در دنیای ارز دیجیتال هم همینطوره است. یعنی شما یک ارزی میسازی، یه اسم خیلی خوشگل هم روش میذاری، بیت کوین، کش، گلد، نمیدونم دایموند امریکا مثلا، چه میدونم، یه چنین چیزی، یه آقای یه چنین کاریو میکنه و یک چنین کوینی میسازه و داخل کیف هم میشده برای هم دیگه بفرستی، ارسال کنی، بگیری، دریافت کنی، و با یک چنین پولی وارد میشه و عدد عجیب و غریب 9230 میلیارد تومان، 9000 یعنی 1 میلیارد، 9000 تا 1 میلیاردی در استان زنجان ورود میکنه و املاک رو به صورت انبوه از انبوه سازا رو پیدا میکنه. اونا هم بندگان خدا تو بازار خرابه اون وقت هم میگن به بچه خریداریم، احتمالا یه عالمه داستان هم میگفته که میخوام گرفتار مالیات نشم، من پولم رو ارز دیجیتال کردم، شما میتونید اینا رو از من بگیرید، یک کیف دیجیتال باز کنید، من براتون ارسال میکنم. احتمالا در عددهای کوچیک اینا رو مقیاس میداده و کاری میکرده که اینا هم سود بخوره، 10%، 100%، 1000% بره بالا و میفروخت. و با این تفاسیر این آدم به طرز وحشتناکی ملک‌ها و املاک گوناگونی رو در اون استان می‌خره و معامله می‌کنه. چیزی که می‌خوام براتون تعریف کنم در واقع ذهنیت و اون فکر این آدمه، که حتی مشاور املاکی که اون وسط بودم خودش کمیسیون از اینا می‌گرفته. یعنی میدونی از همین ارز دیجیتاله که هیچ ارزشی نداشته، اسمشو بذاریم پشمیز مثلا. خب بهتون بگم که چه از زمان سدمتی بلیغ که میتونست با رول بازی کردن، با سیابازی کلاهبرداری کنه و زد و بند کنه، و چه الان که این آقای شرکتی کوین جعلی بزنه و معامله کنه، شکل کار یک شکله، جوری که واسطه شک نکنه. و به نظر من یه املاکی به عنوان یک واسطه در این حال که باید اعتماد طرفین معامله رو جلب کنه تا معامله به شکل درستی انجام بشه، در درون خودش باید به تمام ماجرا شک کنه. شاید باور نکنی، من بعضی وقتا شده رفتم زنگ همسایه رو زدم، پرسیدم که آیا فلانی اینجا میشینه، ما داریم این ملکو ازشون برای یکی از دوستان میخریم. مالا مثلا دوستم هم نبوده، شما میشناسینشون؟ مثلا گفته بله میشناسم، ایشون چند سال اینجاست. این اتفاقا میخوام بهتون بگم که خیلی ممکنه در نزدیکی خودمون باشه و هر لحظه ممکنه چنین گرفتاری گیرمون بیاد از این آدمایی که با عنوان دکتر فلانی با 4 تا مثلا چه میدونم همراه و یکی کیفشو میاره، یکی کتشو میاره، مثلا اگه آخ بلیتم برد، همین این همون مشتری است که قرار مشتری دائمی بشه، همین براش بخرم بفروشم، چه میدونم، تا یکی اومد گفتش که مثلا من پول زیادی بهم برس رسیده ولی مثلا این پولو چه میدونم بیت کوینش کردم، مثلا نگو به به دیگه، این همونه. میدونی میخوام بهت بگم که در درون خودتون به عنوان یک واسطه همیشه به همه چیز شک کنید و باش دیده شک به ماجرا نگاه کنید، نه اونقدر که دیگه چه میدونم شبیه کارگاه بشین. دیدین اینایی که خودشون مثلا کارشناس بیمن به همه چی شک دارن، اینطوری هم نباشه. شما به عنوان کارشناس املاک خیلی دیگه شکاک باشین، کلافه کنید مشتریتون. میگم اصلا مشتری نباید درک کنه که شما به ادعای اون شک کردید، لذا به هر چکی به عنوان چک بانکی اعتماد نکنید، به هر کارتی که بهتون دادن اگه با کد ملی خریدار یا فروشندتون نمیخونه شک کنید، به هر سندی که یه وکالت داره یا یه سندی که خیلی تمیز و درست حسابیه شک کنید، به تخفیف های عجیب غریب دو تا قرارداد شک کنید، و
ولی در نهایت میتونید معاملتون یک روز هولد کنید و موکول کنید به فردا تا چک ها در بانک گرفته بشه یا اسناد رو حتی بدون اینکه مشتریتون مطلع بشه برای اینکه بهش بی احترامی نشه یک استعلام بگیرید. خیلی ممنون، میخوام که ویدیو تو لاین ای دوست داشتین از این مدل ویدیوها، از این خاطره ها، از این داستان هایی که در کسب و کار این کشور، این شهر اتفاق افتاده براتون تعریف کنم، یا عالم دیگه سراغ دارم. دوست داشتین تو کامنت ها بگین، یا اگه دوست داشتین در مورد مهدی بلیغ چند تا دیگه از اثرهای هنریش رو براتون تعریف کنم براتون بگم. خیلی مخلصیم، لطفاً کلی که تا اینجا اومدین خجالت نمیکشی سابسکرایب نکردی، این همه مدت چند تا ویدیو هم دیدی. ما اینجا دوره نمیفروشیم، چه میدونم کلید طلایی به ما زنگ بزنی این دوره رو بردارید مشابهش، این خبر اینجا نیست. ما اینجا صادقانه تجربه‌ای که توی این 24-5 سال پیدا کردم و با صدها یا هزاران مشتری خرید و فروش تجربه داشتم، سابقه داشتم انجام بدم، به رایگان با شما در اختیار میذاریم و از طریق پلتفرم فقط از اینجا در خدمتتونم. توی اینستاگرام، توی تلگرام، توی جای دیگه هر جا هستم، تو توییتر، فقط برای اینکه خواستین یه ارتباطی با هم بگیریم، نکته ای سوالی بود، ولی هر چیزی هست تو همینجا بپرسین، صادقانه جواب میدم و اگر ندونم حتما از بزرگترهای خودم میپرسم و خدمتتون عرض میکنم. لطفا با لایک و کامنت ما رو حمایت کنین، لایک کنین، لطفا لایک کنین و ویدیوهای دیگه ما رو هم ببینین. اگه ویدیوی رو خوشتون اومد به دیگران معرفی کنین. قربونتون برم. جمال شماره عشق، ایشالله این هفته پر از قرارداد باشه برات، کمیسیون های خوب خوب بگیری، قراردادهای درش درش ببندی و از در و دیوار برات خیر ببره. مخلصیم. یا علی، خدافظ. What you know about rolling down in the deep when your brain goes